قدم أنت فكم عبرت عنها وبنيت وبنيت إصلاح خانواده از اولویت و اولیت برخورداره. یکی از دلایلش سهولتشه، یعنی خانواده به کمک همدیگه راحت تر میتونن راه ارتقا را و راه سعادت رو طی بکنن، ولی جامعه اصلاحش خیلی سختتر و پیچیده تر هست. رسیدگی به وضع معنوی افراد در خانواده راحت تره تا اینکه در یک جامعه بخوای به وضع معنوی برسی. مثلا آدم چه ثوابی میخواد ببره که بیرون از خونه بیشتر میبره؟ اصلا قابل مقایسه نیست ثوابهایی که آدم تو خونه میبره با بیرون خونه. مثلا میفرماید در روایت که یه آقایی کنار خانم خودش بشینه، به شب نشینی دارن با هم گپ میزنن، صحبت میکنن. خب خانم چه خبر؟ حرفای خانمو میشنوه، خودش حرف میزنه، بشینن با هم دیگه همجوری صحبت کنن. می‌فرماد ثواب این بیتوته‌ای که در خانه خودش، یه خانه خودش هم هست، یه لباس راحت هم پوشیده، غذای مطلوبش هم خورده، ثوابش از اعتکاف کنار خانه کعبه بالاتره. خب اگه آدم می‌خواد معنوی بشه، خب بفرمایید از همین طریق معنوی بشه دیگه. می‌فرماد اگر کسی خواهر، مادر، دختر، عمه، خاله خودشو خوشحال کنه، خداوند متعال برای او درجاتی بی‌نظیر در نزد خودش در نظر خواهد گرفت. حالا هی برو شما با همه اهل عالم خوش برخورد باش، هی همه رو بخوای خوشحال بکنی، اینجا دم دستته. اعتکاف میخوای بری کنار بیت الله الحرام با خانومت بشین گپ بزن، میخوای درجات بهشت و رضوان الهی رو بگیری، خواهر مادرتو خوشحال بکن، دخترتو خوشحال کن، همسرتو خوشحال کن. یا مثلا میفرماد هر کسی بچه خودشو ببوسه، بابت هر یه بوسه خدا یک درجه در بهشت بهش میده. به بچه خودمون رو ماچ بکنیم؟ بله دیگه. حالا شما مثلا چقدر میخوای کار کنی جای دیگه که به نور برسی؟ مثلا فکر کن ببین دخترت چجوری خوشحال میشه، یه دونه گل سر این رنگی داشته باشه خوشحال میشه، امشب یه دونه گل سر این رنگی بخر، چند وقت دیگه یه گل سر اون رنگی بخر. شما میدونید مستحبه لباس برای خانوم ها زیاد خریدن، به آقایون هم توصیه شده. حال لباس ارزون، این دقیقه یه دفعه خوشحال میشه دیگه. آدم به اینجا که میرسه نباید یه دفعه بگی که نه خانم چند دست لباس میخوای. اینا چیزای خیلی ساده است. چجور آدم میره مسجد، مسجد محل عبادت، آدابی داره، بخواد بره حج، بخواد بره زیارت، هی میپرسه که حاج آقا من دارم میرم مثلا مشرف میشم مشهد مقدس کربلا عتبات، مشرف میشم خانه خدا زیارت کنم، چی کار کنم آج آقا؟ میخوام خیلی استفاده کنم. خب اینا خیلی سوالای خوبیه. کاش کسی سوال میکنه آقا من میخوام خونمون چی کار کنم، میخوام خیلی از این فرصت استفاده کنم. آه خونه است دیگه. ببین دستتو اینجوری کردی همه چیو گفتی، دستتو اینجوری ریختی دور، اصلا اینجوری چیزی میخواد بزنه دور، اینجوری میکنه. قابل مقایسه نیست ثوابایی که آدم تو خونه میبره با بیرون خونه. قابل مقایسه نیست ثوابایی که آدم تو خونه میبره با بیرون خونه. اینجا مرکز مقاومت هست.